درود بر شما بینندگان وفادار و محترم کانال خبری کیوسک به این برنامه خبری خوش آمدید در دقایق آینده با مهمترین رویدادهای خبری 24 ساعت گذشته در ایران با شما هستیم کتک خوردن طلبه های ولایی جمهوری اسلامی از نیروهای ضد شورش تاراج و قارت ثروت ملی ایرانیان چین 45 میلیارد دلار بدهی نفتی خود به ایران را نمی پردازن. در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم کتک خوردن طلبه های ولایی جمهوری اسلامی از نیروهای ضد شورش برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی روایتی در اون گروهی از شیوه و عملکرد سازمان سرکوب این رژیم منتشر شد که راویان قربانیان تازه آن هستند یک راوی حامی نظام در این افشاگری توضیح می که پلیس و نیروهای سرکوب چطور با فهاشی و بی‌احتنایی به مسائل اخلاقی او را مورد ضرب و شتم قرار دادند یکی از طلبه های قربانی این سازمان که روی تخت بیمارستان دیده می شود فاش می کند که امنیتی ها دست او را با دست بند به تخت بسته بودند زن دیگری هم توضیح می دهد که پلیس و امنیتی ها با زنان متحسن موافقه حجاب اجباری با چه درجه از خشونت رفتار کردند روز تاسوها ما سیچه نفر از متحسنین داشتیم حرکت می کردیم فقط در پیابون. که آقای آدیوند معاون رادان سردار آدیوند معاون رادان نزدیک با صد نفر نیرو ریختن و سر ما و ما را با هم دادن و اینا دستگیر کردن و متاسفانه آقای آدیوند جلوی چشمش نیروهاش خیلی بد برخورد میکردن آقای آد... آدیوند هم به بچه های ما بخواه ماده های شهدا منافق قوارج میگفت از ایشون این انتظارات نیست و اما و اما جریان امروز ما اینجوری بود ما جلوی قوه قضاییه کرده بودیم دوباره صد نفر از نیروهای یگان امداد درجه دارهای مختلف ریختن ما را زدن الان پا ما که در سر رضیتی بعد قلب من گرفت هر چقدر گفتیم که هر گفتیم که در ماشین رو باز کنید ما داریم خفه میشیم تو ماشین قفس مانند متاسفانه باز نکردن و متاسفانه نیروهای آی آدیوان سرهنج سیامی متاسفانه فوش ناموس میدادن در از دارا ناموس و خواهر مادر میدادن بکنن ما دوباره گلبون گرفت آوردیم اینجا بنده را ملوث وسط بیمارستان با دستبند به تخت بسته بودن همه مردم هم نگاه می چه که آخون چی کرده یعنی آمرین به معروف را می با دستبند وسط بیمارستان با تخت می الانم یه ساعت دستبنده را باز کردن آقاین همشون رفتن زیم شدن نیرای انتظامی و هزینه بیمارستانم ندادن در حال که قانونم باید هزینه بیمارستان اینا بیدن بعد هزینه بیمارستان ندادم، ندادن، ما تا هزینه بیمارستان ندادن، ندن، از اینجا نمیدیم، بیان آقایین هزینه بیمارستان رو شلاغل بدن به, به سرون توامه یگان امداد گفتن خوش نده، من مادرم مرده دوباره اومد، پنج شیش بار دیگه همون خوش تکرار کرد، فلانم به مادرت ندیدم، چی و چی و چی بدون هیچ برخوردی، با موش دادم تو صورت من، دید رو رو زمین خوردم زمین دوباره داشتم با لغت می زدم سوار ون که شدم تک و تنها افتاده بودم من بعد از تجمع رسیدم بعد از این, بعد از این بچه رو بگیرم من رو زدن تو ونم یکی یه یک آقای گروبانی بود توی گاهی داد تو ون 5-6 بار زدن نمیشنسی؟ میشنسن دست شکسته بود دستش پسته بود خب سروانه تمام هم ببینمش میشنسنش اشان آدمه. تاراج و قارت ثروت ملی ایرانیان چین 45 میلیارد دلار بدهی نفتی خود به ایران را نمیپردازد. پردازد. روزنامه اعتماد در گزارش خود نوشته است که برای نمونه از مجموع 8 میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران در عراق، دولت آمریکا تنها با آزاد شدن 2 میلیارد و 700 میلیون دلار از این دارایی موافقت کرده. آن هم به این شرط که مبلغ آزاد شده به عمان فرستاده شود و این کشور خارج از دخل و تصرف حکومت ایران با مبلغ آزاد شده غذا و دارو خریداری کرده به ایران بفرستد. اعتماد در ادامه گزارش خود با استناد به نتایج تحقیق کنگره آمریکا نوشته است که مجموع دارایی های مسدود شده ایران ام از پول، اموال، مستقلات و املاک در سال 2020 به صد تا 120 میلیارد دلار بالغ شده است. اعتماد سپس به نقل از مسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادی نوشته است که حدود 45 میلیارد دلار از بدهی های چین به ایران پرداخت نشده و در مورد هند نیز وضع همین است و علت مسدود ماندن دارایی های ایران در این دو کشور تحریم های آمریکا است. پیمان مولوی یک کارشناس دیگر اقتصادی به اعتماد گفته است که مشکل اصلی ایران تحریم هاست و تا زمانی که این مشکل حل نشود این کشور با معضل پول مسدود شده خود در خارج روبروست. پیمان مولوی در ادامه گفته است که طی دوازده سال گذشته اقتصاد ایران 450 میلیارد دلار فرصت صادرات نفت را به دلیل تحریم ها از دست داده که از جمله پیامدهای آن تورم بالا و کاهش پیوسته ارزش ریال بود است این کارشناس اقتصادی در ادامه افسوده است که حاکمان ایران اصل موضوع را که رفع تحریم های آمریکاست رها کرده اند و دائما به هواشی می پردازند. جمهوری اسلامی ایران در دوره‌ای که در پایین ترین سطح مشروعیت بین المللی قرار دارد برای دریافت طلب و پولهای حاصل از صادرات بین المللی خود مجبور به امضای قراردادهایی شده است که هیچ دولت مشروع و توانایی حاضر به امضای آن نخواهد بود. قراردادهای ننگین در دوره‌ای به حکومت‌ها تحمیل می‌شود که چون این نظام‌هایی همچون جمهوری اسلامی از پشتوانی ملی قوی برخوردار نیستند و به همین دلیل وضعیت جهانی شکننده ای دارند. اراق اخیرا چنین قراردادی به ایران تحمیل کرده است. عراق از ایران گاز وارد می کند اما به دلیل تحریم های بانکی نمی تواند پول آن را به جمهوری اسلامی بپردازد. اخیرا در مذاکراتی که آمریکا و عمان هم درگیر آن بودند، عراق به دهی های قبلی خود را به شیوه عجیب پرداخت کرده و برای تداوم خرید گاز از ایران به شیوه عجیب با جمهوری اسلامی به توافق رسیده. رفتاری که از وجهه خارجی دولت ایران یک حکومت زوال زده ساخته است عراق سالهاست که مشتری گاز ایران و برای تولید برق به آن وابسته است حتی پس از شروع مجدد تحریم های ایالات متحده علیه صنایع نفت و گاز ایران عراق با دریافت معافیت تحریمی از آمریکا به واردات گاز از ایران ادامه داده اما چون جمهوری اسلامی درگیر تحریم بانکی است پولی که عراق می پرداخت در حساب جمهوری اسلامی نزد بانک های عراقی به صورت مسدود شده باقی می ماند. حتی با وجود روابط نزدیک جمهوری اسلامی با دولت های عراق پس از سقوط صدام حسین دارد نتوانست همه طلب خود از دولت عراق بابت گاز را دریافت کند این وضعیت باعث فشار مکرر دولت ایران به عراق و انتقال این فشار از سوی عراق به آمریکا برای یافتن چارهای در پس دادن بدهی ایران شده بود در مواردی ایالات متحده با دادن معافیت به بانک های اجازه داده بود جمهوری اسلامی از محل های ناشی از فروش گاز، دارو، مواد غذایی و سایر اقلام غیر تحریمی از عراق را وارد کند. اما همچنان به اصل پول صادرات گاز دسترسی نداشت. در یکی از مواردی که گفته شد اراق بخشی از بدهی‌های خود را به صورت پولی پرداخت کرده، آمریکا 11 بانک عراقی را به دلیل نقض مقررات تحریم ایران وارد فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری خود کرد. این وضعیت روی ارزش دینار عراق اثر منفی گذاشته بود. اخیرا پس از سالها تلاش و مذاکره مشخص شده است که آمریکا موافقت کرده تا بانک های عراقی بدهی های خود به ایران را به عمان منتقل کنند. ایالات متحده با نظارت بر نحوه خرج کردن این منابع که در بانک های عمانی نگهداری می شود به صورت موردی اجازه خواهد داد تا جمهوری اسلامی هزینه خرید کالاهای غیر تحریمی را از محل داراییهای های گذاری شده در بانک عمانی پرداخت کند. حالا بدهی های گازی عراق از دلار آمریکا به ریال عمانی تبدیل می شود و پس از کسر کارمزدهای های بانکی در صورتی که ایالات متحده تشخیص دهد بابت خرید کالاهای های بشر دوستانه در اختیار فروشنده کالاها ها به ایران قرار می گیرد. یعنی عملا اتفاقی که افتاده دولت عراق خود را از زیر فشار جمهوری اسلامی و دولت آمریکا از درخواست مکرر عراق برای آزاد کردن این منابع رها کردند. و ایران و عمان را با نظارت ایالات متحده به طور مستقیم درگیر این منابع کردند. انتقال پول گاز ایران به عمان به معنی این است که جمهوری اسلامی بخشی از دارایی ها را در بین نقل و انتقالات بانکی از دست می دهد. در حالی که اساسا می توانست همین روش خرید با نظارت آمریکا در عراق انجام شود. اما به نظر می رسد که دولت عراق به دلیل دردسرهای احتمالی آن نخواسته این عملیات در خاک آن کشور انجام شود. و مسائل مرتبط با آن را به هزینه ایران به خارج از عراق انتقال داده است اما صادرات گاز ایران به عراق فعلا ادامه خواهد داشت تا عراق بتواند خوراک مورد نیاز نیروگاههایش را به صورت داخلی تأمین کند یا به هر صورتی دیگر احتیاجی به گاز ایران نداشته باشد جمهوری اسلامی ایران اخیرا با عراق به یک قرارداد تهاتر نفت در برابر گاز رسیده است جزئیات این قرارداد نشان می‌دهد که وضعیت بین المللی حکومت ایران که در پایین ترین سطح مشروعیت بین المللی خود در چهار اخیر است چه هزینه های هنگفت مالی و اعتباری به ایرانیان وارد می کند. در حالی که هیچ چشمانداز کوتاه مدتی برای رفع تحریم های بانکی و مالی علیه جمهوری اسلامی وجود ندارد ایران و عراق برای تداوم صادرات گاز به یک قرارداد سواب یا جابجایی نفت خام فوق سنگین و نفت کوری عراق در برابر گاز ایران امضا کردند محمد از سودانی نخست وزیر عراق این توافق را به عنوان دستاوردی برای کشورش عنوان کرده است با وجود ننگین بودن چنین قراردادهای یک طرفه سرتیپ پپاستار کاظم آل صادق سفیر جمهوری اسلامی در عراق از آن استقبال کرده و گفته عراقی ها با بلند کردن صدای اعتراض خود خواستار عدم سیاسی کردن مسئله برق از سوی آمریکا هستند ایران گاز فشرده خود که از پاکترین منابع سوختی است و خود در داخل با کمبود شدید آن مواجه است به عراق صادر می کند و در برابر آن عراق به جای پول به ایران نفت کوره با گوگرد بالا و نفت خام فوق سنگین ترش می دهد. قرار است این شیوه تهاتر تا عواست زمستان 1402 ادامه داشته باشد. شبکه خبری آرگوس که اخبار مربوط به انرژی در جهان را پوشش میدهد، خبر داده که نفت خامی که قرار است در ازای واردات گاز به ایران داده شود از میدان نفتی قیاری عراق تمین خواهد شد که اخیرا راه اندازی شده است. صادرات از این میدان نفتی به ایران حدود 34 هزار در روز با ماشین های تانکر از راه زمینی انجام می شود. محمد السودانی نخست وزیر عراق اوایل تابستان امسال گفته بود که کشورش بیش از 12 میلیارد دلار به ایران بدهکار است و ناتوانی تهران در دسترسی به بدیهای خود باعث شد تا جمهوری اسلامی عرضه گاز به عراق را بیش از 50 درصد کاهش دهد. کاهش صادرات گاز ایران به عراق در زمانی که دمای هوا بالای 50 درجه سانتیگراد بود، بحران تامین برق را در عراق تشدید کرد و مقام های این کشور را به راه حلی سوق داد که به دلیل وضعیت زوال زده جمهوری اسلامی چندان برای عراق پیچیده نبود. ایران در فصل زمستان حدود 21 میلیون متر مکعب در روز و در فصل تابستان تا 55 میلیون متر مکعب گاز از طریق خط لوله به عراق پمپاژ کرده است. مقام های اراقی جمهوری اسلامی را مجاب کردند که قرارداد سواپ نفت فوق سنگین در برابر گاز به تهران این امکان را می دهد که از مسدود شدن دوباره درامت های خود در بانک مرکزی عراق جلوگیری کند و راه حلی برای دور زدن تحریم های آمریکا ایجاد کند. آمریکا می تواند رهبران در بنبست قرار گرفته ی جمهوری اسلامی که شعار کاهش نفوذ آمریکا در منطقه می دهند و می به هر قیمتی شده نشان دهند که تحریم های ایالات متحده قابل دور زدن است را خرسند کند و دولت ابراهیم رئیسی را در دستیابی ظاهری به پولهای ایران برای افکار عمومی ایران که توجه چندانی هم به این مسائل نشان نمیدهند موفق جلوه دهد آمریکا هرچند معافیت از تحریم ایران به نفع عراق را صادر کند اما سالهاست که عراق را تحت فشار قرار داده است تا از واردات گاز ایران خودداری کند ایالات متحده اخیرا از امضای قرارداد سرمایهگذاری انرژی توتال فرانسه در عراق که در آینده این کشور را از گاز ایران بی نیاز می کند استقبال کرده است اما ایران ناچار از وضعیتی که رهبران این کشور ساخته اند به گرفتن نفت فوق سنگین عراق در برابر گاز یا با ارسال پول آن به بانک های عمان فعلا اولی را انتخاب کرده است این نفت توسط شرکت های حمل و نقل سالس انجام می شود اما مشخص نیست که هزینه بارگیری و انتقال نفت خام فوق سنگین عراق به داخل مرزهای ایران میان دو دولت عراق و ایران تقسیم می شود یا هزینه این انتقال هم از ایران گرفته خواهد شد در بررسی این مقطع زمانی از تاریخ ایران و احتمالا در مرور قراردادهای یک طرفه در جهان قرارداد صادرات گاز ایران به عراق نمونه مهم در قارت اموال ملی شهروندان یک کشور است که توسط یک دولت زوال زده امضا شده و به فهرست قراردادهای ننگین در جهان اضافه کرده است بینندگان عزیز به پایان این برنامه خبری از کیوسک رسیدیم فراموش نکنید با لایک کردن این ویدیو و همچنین نوشتن دیدگاه خودتون در قسمت کامنت ها یاری رسانه تیم خبری ما باشید. دعوت می همچنان با بخش های خبری بعدی در ساعات آینده همراه کیوسی باشید.